از حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت روزی در اثنایی که ما در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، ناگهان مردی در برابر ما پدیدار شد که لباسهایش بسیار سفید و موهایش بسیار سیاه بود. نه نشانه سفر بر وی هویدا بود و نه هم کسی از ما او را می شناخت تا اینکه خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته، زانوهایش را به زانوی پیامبر صلی الله علیه و سلم تکیه داده و هر دو دستش را بر رانهای پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته و گفت ای محمد، مرا از اسلام خبر ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام دین است که شهادت دهی این که معبود بر حق جز الله نیست و محمد فرستاده خداست و نماز بر پا داری و زکات بدهی و رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی داشتی به حج خانه خدا بروی. گفت راست گفتی. ما در شگفت ماندیم که از پیامبر صلی الله علیه و سلم سؤال می کند و تصدیقش می نماید. گفت پس خبر ده مرا از ایمان. فرمود این که ایمان بیاوری به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخرت و ایمان به قدر خیرش و شرش. گفت راست گفتی. گفت پس خبر ده مرا از احسان. فرمود این که خدا را چنان بپرستی که گوی او را میبینی، اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. گفت پس خبر ده مرا از قیامت. فرمود سؤال شده سؤال کننده داناتر نیست. گفت پس خبر ده مرا از نشانه هایم. فرمود این که بزاوید کنیز آقای خود را و این که مشاهده کنی که پا برهنه ها و گرسنه های گوسفند چران در ساختن ساختمان ها بر یکدیگر سبقت می کنند. سپس آن مرد رفت. مدتی درنگ نمودم. پس از آن فرمود ای عمر، آیا می دانی که سؤال کننده که بود؟ گفتم خدا و رسولش داناتر است. فرمود این جبرئیل بود که نزدتان آمد تا امر اصول دین شما را برای شما آموزش دهد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.